بسم الله الرحمن الرحيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا صدق الله العظيم. بینید و شنوید برنامه ایرات هش در صبح خورشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. صبح زیبایتان بخیر. امیدوار هستم صبح به خوبی آغاز کرده باشید و خوشی از آن شما باشه. جناب استاد غلام الدین کلانتری مشاور وزارت ارشاد حج و اوقاف مهمان ما هستن و با ما در استودیو. خیلی خوش شما دین جناب استاد. شما با سلامت باشین. من از شب در صفحه فیسبوک اسلام اقران نوشتم بحث ما امروز نقش مساجد یا نقش مسجد در اصلاح جامعه. ما در صدر اسلام میبینیم که زمانی که پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم هجرت میکنه از مکه معظمه به مدینه منوره، در اولین گامش در رسیدن به مدینه منوره مسجد قبا را بنا میکنه، تهدابش میگذاره، بعدش زمانی که حرکت میکنه به طرف شهر مدینه و بالاخره مسجد جمعه و بعدش هم مسجد نبوی صلی الله علیه و سلم. مسجد جایگاه خاصی داره و ما در آیات قرآن کریم آیات مختلفی داریم که نقش مساجد بیان میکنه، اما با تأسف امروز کمتر از مساجد آنچنانی که استفاده شوه استفاده میشه. ابی بحث با جناب استاد تا فرصتی با ما هست انشاءالله دنبال میکنیم. تمنای همراهیتون داریم، با ما باشین. امیدوار هستیم استفاده خوب صورت بگیره. جناب استاد در آغاز نقش مسجد شما چگونه بیان میکنین، یا قرآن کریم یا شریعت مبارک اسلام نقش مساجد چگونه بیان کرده؟ بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. اول خدمت شما، خدمت همکارا و خدمت بینندگان محترم سلام تقدیم میکنم. بعد مسجد جامعه اسلامی اگر بخوایم در چند جمله بسیار کوتاه مختصر توضیح شود، مسجد جامعه اسلامی قلب تپنده و بسیار فعال جامعه اسلامی است. یا گفته میشه که مسجد شریان حیات جامعه اسلامی است که بعد از قرآن و سنت هرچی که در جامعه اسلامی اهمیت بسیار ارزشمند داره مسجد است. و به می جهت طوری که شما هم در مقدمه توضیح دادید، وقتی که پیغمبر علیه الصلاة والسلام به قبا میره در خلال چند روز محدودی که در قبا حضور داره، هیچ کار دیگه انجام نمیده در قبا. قبا پیغمبر علیه الصلاة والسلام پرسان نمیکنه که ما در روایت نداریم که پرسان کنه که چند نفر دشمنای ماست، اوس چه وضعیت داره، خزرج چه وضعیت داره، یهود مدینه چه وضعیت است. هیچ از دشمن دوست پرسان نمیکنه و اولین کاری که میکنه کسایی که مسلمان شده بودن از قبل اینا را آماده میکنه، سنگ بنای مسجد قبا را میذاره. اولین کار یعنی این یک پیام بسیار رسای به امت اسلامی داره که یعنی شما هر چه که پایگاه مهم و بسیار اساسی داره این مسجد است. یعنی اولین کاری که اقدام میکنه شما در زندگیتان او اعمار یا ساختن مسجد است. بعد به مدینه منوره که تشریف ببره پیغمبر اسلام که سیرت روایات زیادی داریم، در مدینه منوره هم قبل از اینکه پیغمبر اسلام حتی محل شب باشه خود مشخص کنه که من شب در کجا می باشم، قبل از این به بنای مسجد می پردازه، جای مسجد مشخص میکنه و با صحابه شروع میکنه و کار بسیار دامدار و ضربتی تا که مسجد آماده شود. این به معنی ای است که به امت اسلامی پیغمبر اسلام می خواهد بگوید که شما قبل از اینکه به سراغ دشمن می روی اول پایگاه براتون بسازید. قبل از اینکه شما می خواهی به کار اقدام بکنی اول پایگاه بسازید. قبل از اینکه می خواهی که شما نظامی در جامعه اسلامی یک نظامی داشته باشی، یک نظام اسلامی داشته باشی، اول پایگاه ایجاد نظام اسلامی ساخته شد که این مسجد است. بنابراین بعد از قرآن و سنت مسجد در جامعه اسلامی همه چیز است. چگونه از استفاده شود جناب استاد؟ حالا یک موضوعی که بسیار گنگ است استفاده کردن از مساجد، فقط او هم منحصر به پنج وقت ادای نماز است و بالاخره نماز عید و از این گونه مسائل، او هم چندان رنگ و بویی نداره. فقط به مساجد کسایی میرن که دیگه توان انجام دادن کار شاید نداشته باشه، حد اکثرش اونا تشکیل میدن. پس از مسجد چگونه استفاده باید؟ ولی ما دو حالت داریم. یکی حالت نظری که ما برگردیم به تاریخ اسلام ببینیم که مسجد نبوی یا مسجد پیغمبر اسلام که اولین بار ساخته شد و پیغمبر اسلام چندین سال روی زیست تار کرد، این مسجد چه عملکردهای داشت و ما مجبور هستیم که به او برگردیم. اگر بخوایم به ما به مجد و عزت اسلامی برگردیم، مجبور هستیم به کارکردهای دوران پیغمبر اسلام برگردیم، کارکردهای مسجد نبوی برگردیم که مسجد نبوی چه کارهایی داشت که ما رو باید زنده بکنیم. یکی این مسئله است. مسئله دومی که ما در حالت موجود در چه حالت قرار داریم؟ ما در قسمت مساجد که یک وضعیت یا حالت موجود داریم که ما همه شاهدش هستیم متاسفانه،
یکی حالت مطلوب داریم. حالت مطلوب ما همون کار کردن مسجد نبوی است. مثلا مسجد پیغمبر اسلام یا مسجد نبوی یا مساجد به صورت عموم محوری هستی که عبادت است. یعنی مساجد به خاطر عبادت ساخته شده. و آیه هم که میفرماید ان المساجد لله بزرگترین شرف مسجد است. مساجد محور اصلیش عبادت است. به خاطر نیایش عبادت راز و نیاز با خدا مساجد ساخته شده. ولی هر چی مثلا ابعاد سیاسی و نظامی و اجتماعی و رسانه‌ای و قضایی و بخش‌های مختلفی که کار کرده مسجد داره، این کارکردها کلی به اون محور عبادت میچرخه. به خاطر او هم تبدیل میشه به عبادت. حالا ما وقتی زمان پیغمبر اسلام مطالعه میکنیم، مثلا مسجد پایگاه سیاسی بود. از اینجا سفرات این میشه از مسجد، سفرهای کشورهای دیگه میمدن در مسجد، استوانت الوفود از یکی که دویجه پیغمبر اسلام میشه، سفرهای کشورهای دیگه میمدن، پیغمبر اسلام با او حرف میزد، با او قرارداد میبست، آخر کارهای انجام میداد. و مسجد مرکز پایگاه فعالیت های نظامی بود. پیغمبر اسلام در مسجد فرماندهی های جیش انتخاب میکرد. از مسجد جای شرکت میکنه به طرف جنگ میره، به طرف دشمن. بالاخره مسجد پایگاه اجتماعی بود که همه کارهای اجتماعی در زمان پیغمبر اسلام در مسجد صورت میگرفت. حتی کسی که زخمی میشه میامد در گوشه مسجد اون مورد تداعی قرار میگرفت. و با مظهر جناب استاد، در مسجد نبوی حضور خانم ها و آقایان همسان بود؟ یعنی خانم ها هم میتونست بدون کدام مشکلی در مسجد شرکت کنه یا نه؟ ولی مسئله بسیار مهمی است که میخواستم به تماس بگیرم. بفرمایید. زنها یا خانمها در مسجد نبوی بدون هیچ تفاوتی میامدن و بعد از مردان نماز استاد میشنن. و روایات بسیار زیادی در این قسمت وجود داره که در مورد زنها که زنها میامدن در درس ها شرکت میکنن. حتی از پیغمبر اسلام یک درس خاص خواستن در مسجد نبوی که یک روز خاص باید باشه. یک روز خاص باید باشه. پیغمبر اسلام روز خاصی رو به با مشخص ساخت. علاوه بر کل فعالیت های مسجد، فعالیت های درسی، فعالیت های اجتماعی در همه زنها بدون چون چرا شرکت میکنن. حتی در یکی از احادیث سیمه که پیغمبر اسلام به همه زنها و مردان میفرمایه به صدای بسیار بلند که میگه وقتی در کسی در خانه اسرار داشت، این اسرار خانوادگی خود، اسراری که بین زن و مرد خانه وجود داره، را افشا نکند. اگه افشا کنه مثل یک که یک شیطان و شیطانه در یک خیابان، در یک راه عام یک کاری انجام میدن. و یک دختر در روایت میگه که یک دختر به سر زانو بلند شد به پیغمبر اسلام گفت که یا رسول الله، این زنا و مردا از اسرار خانوادگی خود به مردم قسم میکنن. یعنی معنایش اینه که نه تنها شرکت میکنن به عنوان شنونده در دروس راهنمایی و هدایت پیغمبر اسلام که سهم هم میگرفتن. سلامت باشین، برمیگردیم با شما. پس از یک وقفه بسیار کوتاه صحبت را با جناب استاد انشاءالله ادامه میدیم. خوش آمدید. ادامه آیت عشق در صبح خورشید بیننده هستید. دوستان عزیز، صفحه فیسبوک ما فراموشتان نشه اسلام و قرآن به فارسی دیگه نشه کنین. 21600 چند لایک داره، صفحه مربوط به ما میشه. هر سوال و نظری که داشتین ما در خدمت شما هستیم. بحث ما با جناب استاد کلانتری امروز نقش مسجد در اصلاح جامعه. موضوع بسیار مهم هست و مخصوصا در شرایط و در عصری که ما در کل بگوییم میشه گفت که از مسجد فاصله گرفتیم. اگر جوان هست، نوجوان هست و بالاخره با اجازه که یک چند فردی که در سن کهولت قرار دارن به مسجد بیشتر رجوع دارن، کمتر جوان و نوجوانی است که امروز نماز پنج وقتش در مسجد باشه. خدا همه ما را هدایت بگردانه. خب جناب استاد، بحث امی بود که شما گفتین در صدر اسلام خانم ها همسان با مردها و دوش و دوش برادرای خود در مسجد شرکت میکردن و میاموختن. علتش شما امروز در چی میدانین؟ چرا امروز ما فیصدی بسیار پایینی داریم در شهرهای افغانستان که مسجد بر خانم ها ساخته شده و در مسجد شما اگر ببینیم فقط در نمازهای جمعه اگر خانم ها حضور پیدا کنند، در پنج وقت اصلا دیگر خانمی نیست که به مسجد بره و نماز ادا کنه و خطبه باشه که او بشنوه، بیاموزه و فرزند خود مطابق به امو اساسات اسلامی تربیت کنه. پس عاملش در چی است؟ چرا امروز روز اگر جوان هست، نوجوان هست و مخصوصا خانم ها، یعنی کل زیر در یک کتگوری چون فرصت برنامه اندک هست، چرا فاصله گرفتیم از مسجد؟
وقتی از نظر تاریخی ما ببینیم عوامل بسیار زیادی است که مسجد تقریبا به حالت ناکار تبدیل کرده. عوامل بسیار زیادی وجود داره که جای بحثش نیست حالا. ولی ما به خصوص میگیم در قسمت خانم ها. خانم ها همون تو کرد که در زمان پیغمبر اسلام در همه فعالیت های مسجد شرکت میکردن بدون هیچ. و حدیث هم داریم که پیغمبر اسلام میفرمایه که لا تمنعوا اماء الله من مساجد الله، زنان از مساجد خدا منع نکنید. خب این بعد هم که نظرات فقها مطرح شد که گفتن عصر فتنه از چینین و چنان است، به هر حال یک طرف قضیه. ولی امروز یا از مدت ها وقتی که زنا از مساجد دور شد، ما به صورت ملموس حال لمس میکنیم که چقدر مشکلاتی به ما ایجاد کردن. بله بله بدونیم. اما معمولا گفته میشه که زنا نصف جامعه هستن، ولی شیخ قرضاوی خدا عمرش طولانی داشته باشه میگه که زنا نصف جامعه نیستن. میگه زنا همه جامعه هستن، همه جامعه هستن، همه مقدرات جامعه در دستشان است. این که نصف جامعه از نظر فیزیکی زنها هستن، ولی نصف دیگهش تربیت یافته زن هستن، یا پسرش از یا پترش از یا همسرش از یا برادرش از. این زنها همه مقدرات جامعه به دستشان است. وقتی که زن از مسجد دور شود، به صورت که ما میگویم که مسجد همه چیز است، هر نوع تربیت باید در مسجد صورت بگیره و اساس شخصیت یک مسلمان در مسجد باید گذاشته شود. زنا از مسجد دور میشن، ما میفهمیم که چقدر مصیبت به یومت به وجود میاره. ولی علتهایی که فعلا داره که ما چرا زنا را از مسجد دور کنیم، چرا زنا از مسجد دور شدن، عوامل زیادی داره. یکی از عواملش این است که مساجد جاذبه را متاسفانه نداره اکثر مساجد. منظورتان از جاذبه چی است؟ این نکته کلیدی است. جاذبه ای که اول خطبه باید سازنده باشه. خطبه سازنده باشه. کسی که میره به مسجد ببخشید، یا کسی که به مسجد میره باید به این عنوان بره که آمادگی بگیره که اول خود به خدا برسانه که خود بازش ترک نشه و یک چیزی بیاموزه. ولی در حالی که اکثر مردم در آخرین دقایق خطبه میروند که خطبه تمام شد بعد ما بریم، به خاطر که خطبه یک چیز خام، خسته کننده، تکراری نفهم، هیچ چیزی آدم نمیفهمه از این چیزی که این خطبه سبب تخدیر و خواباوری با آدم شده، دیگه چیزی نمیشه. به خاطر یک مرد، یک خانم جذب میکنه که خطبه که بره به طرف مسجد یک چیز یاد بگیره. یک دومی که جاذبه مسجد مراد از است که در مسجد یک سلسله برنامه تعلیمی و تربیتی باشه. در مسجد اگر برنامه تعلیمی و تربیتی بود، امام مسجد جاذبه داشت و برنامه جذاب بود، خواهی نخواهید جوان خورده کلان زن دختر از خانه میکشه میبره به طرف مسجد. استاد با معذرت صحبتایتون قطع نکنم، خب مولای امام جاذبه نداشت، این خب مربوط به خودش میشه، ما نمیشه که سر رو حرف بزنم، شخصا من گستاخی هست. خب از نظر روانشناسی چه کار کردی را ما در خود ایجاد کنیم تا تحرک در مولا امام ایجاد کنیم تا خود بی از اون جاذبه پیدا کنم؟ بله، اداری یک پروسیجر بسیار طولانی داره. بفرمایید یک مقدار شخص چه کارایی شده که امام جاذبه پیدا کنه. بله. سبب شده که امام به طرف مسجد بره. یک سلسله مسائلی هم که من فراموش نکنم، یک سلسله امو تهاجم فرهنگی که میگن، تهاجم فرهنگی هم مطرح هست متاسفانه که ملا را بدنام میکنه و ما را تبلیغات میکنه در موردش. من روز یک چیزی را خواندم که بسیار برم خسته کننده بود، بسیار ملالت آور بود. یک دختر خانم نوشته بود که من به یک خانواده تقریبا مرفع بستگی دارم، رابطه دارم، پیوند دارم، و وقتی که میرم مثلا به پارک مال یا به فلان فروشگاه، از صبح تا شام تا دیگر نان چاشنی می خورم، تا دیگر من سودا می خورم، برمیگردم به خانه، پدر مادر برادر هیچ کس نمی پرسه که تو کجا رفته بودی. هیچ، میگم به خرید رفته بودم. ولی وقتی که در فاصله دو کوچه بالاتر از ما مسجد شیرپور است، یه درس قرآن است و خانم‌ها زیادی هم میرون، جای به خانم‌ها جداگانه است، ما که میخوایم به مسجد به خاطر درس قرآن برام، پدر و مادرم به من اجازه نمیدن. تحقیق میشه از من. اجازه نمیده که نه حق رفتن نداری. وقتی بپرسم که من حق رفتن به بازار به خاطر خرید دارم ولی به مسجد ندارم، جوابم نمیشن. متاسفانه که ما میبینیم در شرایط فعلی تعدادی که میگن والا فساد از مسجد نرو به خانه ما، ولی هزاران خانم به سوپرمارکت ها و بازارها و لیسه مریم سرازیر میشه. هیچ خانواده اصلا این در ذهنش مطرح نمیشه که رفتن به بازار فساد آور است یا نه. ولی وقتی که مسئله مسجد میشه، رفتن به درس مسجد میشه، خانواده ها صد مانع ایجاد میکنن که
مشکلات از چینی نشنان است و این یک بخش آمدهش همی است که همی اخبار بیرونی نسبت به ملاهای مسجد یا نسبت به اماما یا نسبت به علما تبلیغات بسیار سو خصمانه دارند که در ذهن خانواده ذهن نشین میشه و این سبب میشه که مانع رفتن خانمهایشون به مساجد شود. یک مسئله است. مسئله بعدی که مسجد یک نهاد مردمی از مجموع، یعنی یک نهاد دولتی نیست که دولت بیا یک امام نصب بکنه بگه شما خواستی نخواستی امی آدم امامتان است. سطح علمی امام، سطح جاذبه امام برمیگرده و سطح علمی مردم که مردم در چه سطحی هستن، چه نوع امام میخوان انتخاب بکنن. و اگر مردم یک اندک یک خورده سطح علمیشان بالاتر بود، از مسجدشان توقع بیشتری داشتن، از امامشان توقع بیشتر داشتن، انتظار داشتن که امامشان هر چه برنامه‌ای بر خاطر اولادشان داشته باشه، به خاطر جوانانشان داشته باشه و در مسجدشان برنامه ریزی تعلیمی و تربیتی. سلامت استاد مسعود اسای کلمه. فرصت ما کاملا اندک است، بسیار زود میگذره فرصت در برنامه. چندین سوال در ذهن ما بود، با تاسف فرصت مجال نمیتاد، اما میشه یک سوال مطرح میکنم کمی نتیجه بحث باشه و هم تشویق شویم. در کل ما رفتن به مسجد چه فایده هایی را برای یک فرد نمازگزار یا به فردی که رخ به طرف مسجد داره چه فایده هایی را ایجاد میکنه، یا چه فایده هایی را یک فردی که به مسجد میره به دست میاره؟ خب اول خب فواید معنوی است که ما در حدیث بسیار زیاده داریم که هر کسی که به مسجد میره قدمایش ده ثواب حساب میشن. این فواید معنوی یک طرف قضیه است که فواید زیادی داره که به مسجد جماعت چقدر درجه بیشتر است، رفتن به مسجد در ظلمت تاریکی چقدر فواید داره، یا یک طرف قضیه است. ولی بحث ما بیشتر در موردی است که مسجد چه کاری شود که بنیاد شخصیت جوانان و اطفال شخصیت های ما را بگذاره. و اگر این بسیار طولانی است، اگر میشه بیره در یک جمله شما این مسئله مهم است که مسجد یک فضای معنوی است که خشت اساسی شخصیت جوان مسلمان، طفل مسلمان و شخصیت مسلمان در جا گذاشته میشه. باید تلاش کنیم که مسجد ما پر جاذبه و موثر باشه تا شخصیت جوان مسلمان ما در آینده جامعه اسلامی موثر واقع شود. یک چیز دیگر از جناب استاد، گرچه سوال بی ربط است، باید در اوایل سوالات مطرح میکردم. ما روزای جمعه که از برنامه خلاص میشیم ساعت 1 بجه، بعدش وضو خو می باشه، صرف غذا میگیریم، نان میخوریم، بعدش به طرف مسجد. یعنی زمانی که در کوچه مسجد میرم، حد اکثر نمازگزارا رو میبینم. من خواه از برنامه خلاص میشده باشم که حد اکثر ما همزمان وارد مسجد میشیم، یعنی قبل از اون ملای امام است با چند نفری که دیگه میشه گفت 90% شاید در فکر و چرت خود باشد. اینی می نکته را در یک جمله بگوین که ما چطور میتونیم که در ذهن جوان و نوجوان شوق رفتن به مسجد ایجاد کنیم. تنها یک راه داره، یک راه داره که ما مسجد جاذبای مسجد بیشتر بسازیم با وجود برنامه های مختلف، برنامه های فرهنگی. این جاذبه فکر میکنم مربوط به وزارت ارشاد حج و اوقاف شاید جناب استاد؟ کمتر ولی بیشتر مربوط میشه به امام مسجد. امام که در مسجد سلامت باشید استاد. هی کاش فرصت زیاد می بود تا بیشتر روی این مورد صحبت می شد. خیلی باشه شما در فرصت های بعدی. تشکر جناب استاد از حضور شما. صفحه فیسبوک اسلام اخوان در خدمت شما هست. سفر لایک کنین به اشتراک گذارین. ما در خدمت شما هستیم. تا دیدار بعد. الله نگهدار.